اولین سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران بعد از بازگشت تحریم ها. جرمی هانت خواهان تعهد ایران است و ایران خواهان پایبندی اروپا. آمارهای بانک مرکزی ایران از افزایش 20% تورم میگوید. آیا شوک بازگشت تحریم ها باعث این جهش شده؟ و افتتاح اولین توربین نیروگاه راغون در تاجیکستان دوشنبه به یکی از مهمترین تولید کنندگان برق منطقه تبدیل می شود. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. وزیر خارجه بریتانیا اولین وزیر خارجه یک کشور اروپایی است که پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران به تهران سفر کرده. تحریم‌های آمریکا علیه ایران، حفظ دستاورد برجام، وضعیت دوتابعیتی‌های بازداشتی در ایران و جنگ‌های یمن و سوریه از موضوعات گفتگوی جرمی هانت با مقام‌های ایران بوده است. جزئیات بیشتر از مهرزاد کهنروز. اولین وزیر خارجه غربی که پس از خروج آمریکا از برجام به ایران سفر کرده، جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، اول به بازار بزرگ تهران رفت. قیمت‌ها نجومی است. آلو خانسار ترش کیلویی 46 هزار تومان. آلبالوی تازه کیلویی 20 هزار تومان. گردو 130 هزار تومان. زمانی سخت، راهکارهای سخت می‌طلبد. وزیر خارجه بریتانیا بعد از بازارگردی سراغ همتای ایرانیش رفت. فرصتی برای ایران که با نزدیکترین شریک استراتژیک آمریکا رو در رو صحبت کند. مشکلات بسیار است، زمان محدود. ایران در مواجهه با تحریم‌های یک جانبه آمریکا و فشار دولت دونالد ترامپ دنبال هر راهی می‌گردد. عمده‌ترین محور گفتگو برجام. اروپا خواستار پایبندی ایران به توافق هسته‌ای است. ایران خواستار تأسیس سازوکار ویژه مالی SPV. ایران از اروپا انتظار دارد برجام را نجات دهد. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایرانی، هم گفته اروپا از ایجاد سازوکار ویژه مالی با ایران ناتوان است. به گفته آقای عراقچی، کشورها از میزبانی این سازوکار ویژه مالی خودداری می‌کنند. 6 ماه فرصت کمی هم نیست که اینها نتونسته باشن اقدامات عملی و راه‌حل‌های عملی رو پیدا بکنه. هنوز امروز که صحبت می‌کنیم که بیش از 6 ماه می‌گذره از خروج آمریکا از برجام و اون چند هفته‌ای که مهلت ما داده بودیم الان به چند ماه تبدیل شده، هنوز اروپایی‌ها قادر نیستن این SPV رو رسماً اعلام کنن. چرا؟ چون فشارهای آمریکا هم به شدت سنگین بود. تحریم های یک جانبی آمریکا شروع شده، ایران چشم انتظار اروپا است، اروپا هم خواسته هایی دارد. از جمله این خواسته ها، یافتن راهی برای حل و فصل جنگ یمن، بزرگترین بحران بشری جهان. بریتانیا میخواهد ایران حمایت موشکیش از حوثی ها را متوقف کند. ایران اما خواستار توقف فروش تسلیحات به ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن است. این جنگ بیش از 15,000 کشته داشته. 3 سال جنگ، قحطی و سوء تغذیه 50,000 کودک را به کام مرگ فرستاد. این منطقه از دنیا به واقع مثل یک بشکه باروته. مشکلات زیادی میتونه در این منطقه رخ بده. ایران هم یکی از بازیگران عمده است. خیلی مشتاقیم که به صلح در یمن برسیم. این اولویت اول ما در شرایط فعلیه. اما همچنین پرونده نازنین زاغری ردکلیف و دیگر دو تابعیتی ها رو داریم که اینجا زندانی هستند. نباید اینجا باشن. ما میخواییم اونا رو به خونه برگردیم. نگرانی آخری که آقای هانت از آن صحبت میکند فقط به دست خود ایران حل میشود. آزادی نازنین زاغری و سایر دو تابعیتی هایی که در ایران زندانی هستند. خانم زاغری نوروز 2 سال پیش بازداشت شد. اتهامش اقدام علیه امنیت ملی و آموزش روزنامه‌نگاری به جوانان ایرانی. او 5 سال محکومیت دارد. وزیر خارجه بریتانیا پس از دیدار با آقای ظریف پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم رفت. روابط ایران و بریتانیا هم اکنون در بالاترین سطح خود قرار دارد. فرصتی مناسب برای اعتمادسازی. مناسباتی هرچند در سایه بی‌اعتمادی شدید. مرساد کهنروز، BBC.
کشت و صنعت هفت تپه اولین شرکتی نیست که کارگرانش برای گرفتن حقوق معوقه به خیابان می آیند. از تولی پرس و داروگر گرفته تا هپکو عراق و فولاد اهواز، کارخانه های مختلفی شاهد تجمع کارگرانشان برای دریافت حقوقشان بودند. شرکت های پرشمار دیگری هم مخصوصا بعد از واگذاری به بخش خصوصی ورشکسته و تعطیل شدند. بهرنگ تاجی نگاهی کرده به دلایل ناکامی سیاست خصوصی سازی در ایران. تجمع کارگران فولاد اهواز در مقابل استانداری خوزستان در اعتراض به ندادن حقوقشان. فولاد اهواز، کشت و صنعت هفت تپه و هپکوی عراق تنها چند نمونه از شرکت‌هایی هستند که پس از خصوصی شدن به مشکل خوردند و داد کارگرانشان درآمده. بعضی‌ها هم مثل آزمایش و ارج کلاً تعطیل شدند. تجربه خصوصی سازی در ایران با سه مشکل کلی روبرو بوده. از یک سو این شرکت‌ها از کمبود مزمن سرمایه‌گذاری رنج می‌برند. از سوی دیگر در موارد بسیاری دولت شرکت‌ها را با قیمت‌های پایینی فروخته که علاوه بر ضرر به خزانه کشور خریدارانش را به سودجویی کوتاه مدت تشویق کرده. و سومی مشکل قدیمی ضعف مدیریت است. کمبود سرمایه‌گذاری باعث شده بسیاری از صنایع ایران با مشکل فناوری قدیمی و ضعف در تربیت نیروی کار مواجه باشند، چیزی که باعث پایین ماندن بهره‌وری و نداشتن توان رقابت با کالای خارجی می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با خودشان بجز سرمایه، فناوری هم بیاورند، ولی تحریم‌ها در کنار مشکلات دیگر جلوی ورود سرمایه‌گذاران خارجی را گرفته و بسیاری از تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری امضا شده عملی نشدند. سرمایه‌گذاران داخلی هم بارها از ناکارایی نظام بانکی نالیدند. تسهیلات تکلیفی و مطالبات معوق توان بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری را محدود کرده. و از طرف دیگر خود بانک‌ها هم خیلی وقت‌ها بیشتر بر اساس روابط و توصیه‌ها و فشارهای بیرونی وام می‌دهند. وقتی شرکت‌های دولتی به دلیل ضعف در سرمایه‌گذاری، فناوری و نیروی انسانی مزیت رقابتی ندارند و سودده نیستند، بعضاً خریداران این را جذب می‌کنند که هدفشان فروختن املاک و دارایی‌های شرکت است. شاید یکی از دلایل فروش ارزان و زیر قیمت شرکت‌ها تکالیفی است که در قوانین بودجه برای خصوصی سازی روی دوش دولت گذاشته می‌شود. دولت که با کمبود منابع مالی روبروست، شرکت‌ها را به ثمن بخس یا زیر قیمت واقعیشان واگذار می‌کند. در عمل سرمایه‌گذاران اصلی بازارهایی مثل بورس تهران هم نه بخش خصوصی که نهادهای عمومی از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران گرفته تا بنیادها و نهادهای انقلابی است. واقعاً یک انقلابی میشد. حتی خود رئیس جمهوری ایران هم با این اصطلاحاً خصولتی سازی مخالف است. حالا اون سیاست‌های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم. دولت دست بکشه. خب چی کار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود. برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ. ولی شد اقتصاد؟ این شد خصوصی سازی؟ این درست شد؟ حالا اون دولت ازش میترسیدن. تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره. کسی جرأت نمی‌کنه با اینا رقابت کنه. مشکل دیگر این است که مدیریت شرکت‌های دولتی گاهی به کسانی واگذار می‌شود که سررشته‌ای از دشواری کاری مثل کشت و فراوری نیشکر ندارند. ما فقط مشکلمون با مسئولیت به لیاقتمونه که اومدن بدون هیچ گونه بحث کارشناسی. خدا شاهد اینا وقتی که اومدن ما رفتیم باشون صحبت کردیم، اصلا راجع به نیشکر هیچی نمی‌دونستن. اینها به علاوه رکود اقتصاد که به کمبود تقاضا در بازار می انجامد، کار را برای تولید کنندگان دشوار کرده. ولی شاید نقص بنیادی سیاست خصوصی سازی در ایران بی توجهی به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور باشد. مشکلاتی که بعید است واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی راه حلشان باشد. بهرنگ تاجدین، بی بی سی.
گرانی قصه هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال و حتی هر دهه در بیشتر از نیم قرن اخیر ایران بوده. همزاد گرانی تورم است، یعنی افزایش بهای کالا و خدمات مصرفی. تازه ترین آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که تورم در 7 ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشتر از 20% افزایش داشته. دولت فعلی سالها تمرکز خود را بر مهار تورم گذاشته بود و افتخارش این بود که تورم را یک رقمی کرده، یکی از معدود موارد از این دست بعد از انقلاب اسلامی. فعلا ایران با ملغمه ای از اعتصاب و اعتراض، رکود و فساد مالی و علاوه بر اینها تحریم و تهدید روبروست. جزئیات بیشتر از فیروزه اکبریان. تورم رو مهار کردیم. من وقتی میگم تورم مهار کردیم، بعضیا میگن آقا گرون شده که شما میگید مهار شده. روزهایی که رئیس جمهوری ایران به مهار تورم افتخار میکرد، روزهایی نچندان دور. گرونی کمتر شده، نه ارزونتر شده. تنها 8 ماه پیش و در مراسم روز کارگر، درست 9 روز پس از ادای این سخنان بود که دونالد ترامپ حکم خروج آمریکا از برجام را امضا کرد. طوفانی در اقتصاد ایران به راه افتاد. بازار ارز با بیشترین تلاطم همراه شد. ارزش دلار روز به روز و ساعت به ساعت بالا می رفت. تورمی که حسن روحانی کنترلش را برگ برنده دولتش می دانست باز از دست رفت. بانک مرکزی اعلام کرده تورم نقطه به نقطه در 12 ماه منتهی به مهر ماه امسال در مقایسه با زمان مشابه سال قبل 15.9% بالا رفته. یعنی به طور متوسط از پارسال تا الان حدود 16% به قیمت سبد کالاها اضافه شده. آماری که بانک مرکزی منتشر کرده همینطور نشون میده که نرخ تورم 7 ماه اخیر بیش از 20% بوده. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهر ماه در مقایسه با ماه قبلش حدود 4.7% افزایش پیدا کرده. بانک مرکزی بیشترین افزایش رو مربوط به استان سیستان و بلوچستان دونسته و اعلام کرده که 8% بیشتر شده. کمترین رو هم با بیش از 3.3% مربوط به استان تهران دونسته. آنطور که بانک مرکزی میگوید قیمت خیلی از مواد خوراکی هم بالا رفته. از گوشت گرفته تا سبزی‌های تازه و سیب زمینی و خشکبار. به گفته بانک مرکزی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود 1/4 مخارج ماهانه خانوارها را تشکیل می‌دهند. نوسانات این بخش تأثیر ویژه در سبد هزینه دهک‌های پایین جامعه دارد. رقمی که حالا ماه به ماه و هفته به هفته بالا می رود. مثلا امروز جنسی می خریم مثلا 2000 تومان، اگر فردا جنس نباشه یه دفعه میشه 4000. نظارتی هم نیست. گزارشی که بانک مرکزی ایران درباره متوسط قیمت خرده فروشی بعضی مواد خوراکی در 1 هفته تا 25 آبان منتشر کرده نشان می دهد که قیمت سبزی های تازه در مقایسه با هفته مشابه ماه قبل بیش از 17% بیشتر شده. گوشت مرغ با 14.4% افزایش بعد از سبزی شاهد بیشترین افزایش بوده و تخم مرغ هم با 10.7% در رتبه سوم افزایش قیمت بوده. من به عنوان رئیس جمهور هر روز قیمت اجناس، لیست قیمت اجناس رو هر روز میبینم. میدونم وضع زندگی مردم چگونه است، مخصوصاً اونهایی که حقوق ثابت دارن. حالا خیلی ها منتظرند ببینند دولت برای روزهای سخت پیش رو چه برنامه‌ای دارد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 جامعه ایران را ملتهب کرد. در آن زمان روزنامه‌های منتقد با استفاده از شرایط بعد از دوم خرداد 76 توانستند تا حدی درباره این قتل‌ها اطلاع رسانی کنند. در آن سال‌ها در غیاب شبکه‌های اجتماعی فعالیت مطبوعات منتقد تجربه کم دوامی بود که با بسته شدن دست جمعی این روزنامه‌ها در سال 1379 به پایان رسید. جزئیات بیشتر از خشایار جنیدی. پاییز سرد تهران 20 سال پیش، جامعه از خبر کشته شدن 4 فعال سیاسی و نویسنده ملتهب است. خبر قتل داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در مطبوعات منتشر شده. اینها
تنها بخشی از گروه بزرگتری از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بودند. آذر 77 در تاریخ مطبوعات ایران متفاوت بود. اون موقع که اینترنت و گوگل و شبکه اجتماعی و تلگرام و اینا نبود، تازه اینا داشت شروع میشد تو دنیا و به ایران هنوز به این وسعت نرسیده بود. بنابراین مطبوعات خیلی نقش مهمی داشتن و یعنی رادیو تلویزیون هم که خب دست آقای خامنه‌ای بود، بنابراین مطبوعات کانالی بودن که اطلاع رسانی میکردن. فضای ایجاد شده پس از دوم خرداد به پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای در مطبوعات منتقد کمک میکرد. امکان اینکه مردم قبل از دو خرداد از یه همچین حادثه‌ای با همه ابعادش با خبر بشن اصلا امکانش وجود نداشت. چنان که دو سال یا سه سال قبلش ماجرای اتوبوس ارمنستان برای ما اتفاق افتاده بود. یک سال و چند ماه بعد از اون حادثه من اومدم به لندن و اینجا در خونه آقای خویی من قصه رو تعریف کردم، همه نمیدونستن هنوز. گزارش‌های تحقیقی روزنامه‌های اصلاح طلب مانند خرداد و صبح امروز که در بحبوحه قتل‌های آذر ماه شروع به کار کردند، فشار را بر حکومت برای تحقیق درباره قتل‌ها افزایش می‌داد. به نظر من مطبوعات به دلیل اینکه میلیون‌ها نفر رو مطلع می‌کردند، مردم صف می‌بستن، روزنامه‌های اصلاح طلب رو می‌خریدن، این رسانه ها راجع به قتل ها اطلاع رسانی می کردن، شاید از مهمترین عواملی بودن که رو دولت فشار آوردن که ساکت حق نداری بنشینی. وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی در نهایت 45 روز پس از قتل داریوش فروهر و همسرش این قتل ها را به عواملی از داخل همین وزارت خانه نسبت داد، هرچند این پرونده هیچ وقت به سرانجام مشخصی نرسید. ولی اکبر گنجی و عماد باقی دو روزنامه نگاری که در افشاگری قتل‌های زنجیره‌ای نقش داشتند مانند ده‌ها روزنامه نگار دیگر به زندان افتادند. مطبوعات خب در حقیقت با یه فرمان آقای خامنه‌ای بسته شد. وقتی آقای خامنه‌ای اعلام کرد که مطبوعات پایگاه دشمن شده، هفته بعدش ماها توی بند 325 حدود 50 نفر بودیم. در بعضی از شهرستان هم دستگیر شده بود و توقیف سراسری فلهی شروع شد و یه دوره ای از تاریخ مطبوعات تموم شد. افشاگری درباره قتل‌های زنجیره‌ای از جمله عواملی بود که در نهایت با توقیف دست جمعی روزنامه‌های منتقد در اردیبهشت 79 همراه شد. خشایار جنیدی، بی بی سی. در تاجیکستان اولین توربین نیروگاه برق آبی راغون راه افتاده است. هزینه ساخت این نیروگاه نزدیک به 4 میلیارد دلار برآورد شده و انتظار می‌رود که این کشور را به یکی از مهمترین تولید کنندگان برق در منطقه تبدیل کند. خبرنگارمان سهراب ضیا هم در مراسم راه اندازی اولین توربین نیروگاه راغون حضور داشت. نیروگاه برق آبی راغون آینده درخشان تاجیکستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. روز تاریخی برای این مرد و تمام مردم کشورش. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم باشکوه و صورت نمادین آغاز کار نخستین توربین نیروگاه راغون را رقم زد. شرف اون نیروگاه راغون را مهمترین عاملی پیشرفتی تاجیکستان دانست و آن را کاخی بزرگ نور و گرمی خواند. بیش از 22 هزار نفر در نیروگاه مشغول کارند که 90%شان شهروندان تاجیکستان هستند. این روز را دیرها باز انتظار هستیم، زیرا بعد با استفاده دادن نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان استقلالیت انرژتیکی به وقوع می‌پیوندد. نیروگاه راغون واقع در 110 کیلومتری شمال شرق شهر دوشنبه 6 توربین خواهد داشت و ظرفیت تولید برق سالانه آن 3600 مگاوات خواهد بود. تقریبا معادل تمام برقی که هر سال در نیروگاه های تاجیکستان
تولید می شود. موردی بهره برداری قرار گرفتن نخستین توربین نیروگاه راغون یکی از مهمترین رویدادهای تاجیکستان در 27 سال دوران استقلال این کشور است. با ساخت این نیروگاه تاجیکستان نه تنها نیازهای داخلی خود با برق را تامین خواهد کرد، بلکه به یکی از صادرکنندگان مهم برق در منطقه تبدیل خواهد شد. ارزیابی طرح راغون را کارشناسان بانک جهانی انجام دادند. سد نیروگاه با ارتفاع 335 متر مرتفع ترین سد خاکی در جهان خواهد بود. شرکت ایتالیایی سولینی ایمپروجیلو مجری ساخت این سد است. در نیروگاه نزدیک 70 شرکت داخلی و خارجی فعالیت دارند. از جمله 8 شرکت ایرانی با بیش از 350 مهندس و متخصص. ابعاد و مقیاس پروژه راغون من فکر میکنم تا حالا پروژه‌ای که حداقل تو ایران من دیدم قابل قیاس نیست. از نظر حجم تونلا، کارهای زیرزمینی که انجام شده، از نظر حجم خود بدنه سد، مقدار انرژی که میتونه تولید بکنه، اینا در واقع در جای دیگه دنیا نیست. اصلا تا حالا وجود خارجی نداشتی همچین پروژه‌ای که شما روی فرازبند میتونی برق استحصال بکنی و تولید بکنی. ساخت نیروگاه 42 سال پیش در دوران شوروی آغاز، اما با فروپاشی شوروی و شروع جنگ داخلی در این کشور متوقف شد. 10 سال پیش تاجیکستان ساخت نیروگاه را اثر گرفت. تا به امروز بیش از 2.5 میلیارد دلار هزینه کرده است که از پول بودجه و فروش سهمیه های راغون به مردم است. در حالی که کشورهای پایان دست آسیای میانه از تأثیر محیط زیستی این پروژه و تقسیم ناعادلانه ذخایر آب منطقه نگرانند، تاجیکستان نیروگاه راغون را به منفعت همه همسایه هایش می داند. یک پروژه بزرگ کسه هزار عملی شده است که توسط این پروژه هم جمهوری اسلامی افغانستان هم جمهوری اسلامی پاکستان برق خریداری میکنند. در برابر این با جمهوری های همسایه و خصوص جمهوری ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان آب تامین کرده میشود و این نیروگاه به نفع تمام کشورهای منطقه برابر خدمت خواهد کرد. قرار است توربین دوم این نیروگاه بهار آینده راه اندازی شود. تاجیکستان میگوید بزرگترین پروژه اقتصادی خود را در مهلت مقرر شده، یعنی تا 10 سال دیگر به انجام خواهد رساند. سهراب ضیا، BBC، از محل ساختمان نیروگاه راغون. دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل در جدیدترین گزارش گفته که کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان به شکلی بی سابقه کاهش یافته. بر اساس این گزارش، زمین‌های زیر کشت مواد مخدر نسبت به سال گذشته 65 هزار هکتار کاهش یافته و میزان تولید هم از 9000 تن به 6400 تن رسیده است. جزئیات بیشتر از رویین رهنوش از کابل. افغانستان سال هاست که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان شناخته می شود. تولید مواد مخدر حتی امنیت این کشور را به مخاطره انداخته. آمار تولید مواد مخدر سال هاست که سیر صعودی داشته، اما نهادهای داخلی و خارجی مرتبط به مبارزه با مواد مخدر امسال اعلام کردند که کاهش میزان تولید و کشت مواد مخدر بی پیشینه است و پیمانه 29% کاهش نسبت به سال قبل. سروی متذکره نشان می‌دهد که کشت کوکنار در ولایت جوزجان 90%، بادغیس 72%، فاریاب 64%. بیشترین کاهش کشت خشخاش در ولایت‌های شمال و غرب افغانستان. خشکسالی نیز نقش عمده را در کاهش تولید این مواد داشته است. جنوب افغانستان با سهم 69% در تولید همچنان در صدر تولید مواد مخدر در افغانستان قرار دارد. قندهار، هلمند و ارزگان همچنان رکورددار تولید مواد مخدر افغانستان باقی مانده اند. بامیان، قندوز، پکتیا، پکتیکا، پنشیر، پروان، لوگر و وردک نیز آری از کشت مواد مخدر.
معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان هم میگوید که 3074 عملیات برای مبارزه با مواد مخدر در سال جاری انجام داده است. مظنونین دستگیر شده 3527 نفر که 32% افزایش نشان میده. که در جمع این قاچاقبرایی که دستگیر شدن 5 نفر قاچاقبرای بزرگ است که نا As you have heard from Minister Azimi, این کاهش باعث رفع نگرانی سازمان ملل نشده و مسئولین این نهاد در افغانستان میگویند که کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان ثبات این کشور و منطقه را تهدید میکند. تولیدی که سبب بی‌ثباتی و حمایت مالی از شورشیان افغانستان میشود. ناامنی، ضعف در حاکمیت قانون، نبود کنترل سیاسی و فساد اداری عوامل کلیدی در تولید مواد مخدر و بسترساز کشت و تولید مواد مخدر افغانستان عنوان می شوند. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.